اعظم نعيم لاهل الجنه ما هو؟ بزرگترین نعمت برای اهل بهشت چه نعمتی است؟ اعظم نعيم لاهل الجنه رؤيه اهل الايمان لله سبحانه وتعالى. بزرگترین نعمت برای بهشتیان این است که مؤمنان پروردگار خودشون رو ملاقات میکنند و میبینند. الدليل على هذا الكتاب. دلیل بر این اعتقاد کتاب خداست. والسنه. و همچنین سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله. اجمعت الامه على هذا. و همچنین امت بر این حقیقت اجماع کردند. نعم. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. رسول خدا صلى الله عليه وسلم این خبر رو به ما دادند. نعم. ولهذا عندما يرى الله سبحانه وتعالى اولياء الله سبحانه وتعالى يمنع الذين كفروا بالله سبحانه عن رؤيه الله سبحانه وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. از اونجایی که از یک طرف اولیاء الله و مؤمنان پروردگار خودشون میبینن، اما در مقابل دشمنان الله و کافران از نعمت دیدن پروردگار خودشون محروم هستند، آنچنان که الله متعال میفرماید که هرگز آنها از دیدار پروردگار خودشان منع میشوند و در حجابند و پروردگارشان را نمیبینند. لا يمكن ان احد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا رؤيا عيانيه بأبصار لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. وإن در حالی است که هیچ کس در دنیا پروردگارش رو با چشمانی که در سر داره نمیبینه. ولا يمكن أن ننكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. و در این حال امکان نداره و درست نیست که این حقیقت رو انکار بکنیم که مؤمنان در بهشت و در آخرت پروردگار خودشون رو میبینند، بلکه به حقیقت و در حقیقت پروردگارشون رو ملاقات میکنند و با چشم میبینند. اکثر ما يتشوق اليه المسلم رؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى. بزرگترین مشوق و موردی که تشویقی برای انسان مؤمن اینه که او در آخرت پروردگار خودش رو میبینه. احذر ان تنكر رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه. به هوش باش و توجه داشته باش که رؤیت و نعمت دیدار الله در آخرت رو که مؤمنان پروردگارشون میبینن این رو انکار نکنی. و كذلك في الجنه. و همچنین در بهشت مؤمنان پروردگارشون رو میبینن. لان قد تحرم من هذا الفضل وهذا الخير. چرا که این اعتقاد چه بسا تو رو از این خیر از این نعمت بزرگ محروم بکنه. الله سبحانه وتعالى له الصفات الكامله. الله متعال دارای صفات کامل هست. ولا يمكن ان يوصف شيء الا ولا بد يرى. و چنین نیست که چیزی به صفتی موصوف بشه اما قابل دیدن نباشه و دیده نشه. لكن لابد ان ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثله الخلق. البته باید توجه داشت که حتما باید الله متعال رو از همانندی و شباهت به مخلوق پاک و منزه بدونی. للذین احسن الحسن اجل. کسانی که کار نیک انجام دهند و نیکوکار باشند حسنا یعنی بهشت هست. و زیاده ما هی زیاده. و در این آیه میاد و افزون بر بهشت نعمت دیگری هم دارند. این نعمتی که افزون بر بهشت در این آیه اومده چه نعمتی هست؟ من اعلم الناس بالقرآن. چه کسی از همه مردم قرآن رو بیشتر میدونه؟ النبی صلی الله علیه و سلم. قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فسر الزیاده النبی صلی الله علیه و سلم ولا يمكن ان نتعدى ما فسر النبی صلی الله علیه و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر و معنای واژه زیاده یعنی نعمت افسون بر بهشت رو در این آیه بیان فرموده اند و نمیتوانیم علاوه بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم غیر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تفسیر دیگری روی بیاریم وقتی که اون بزرگوار این رو تفسیر کردند. فسرها برؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامه. تفسیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این آیه این هست که مؤمن علاوه بر نعمت بهشت پروردگار خودش رو ملاقات میکنه. نعم. ثم آیات کثیره تدل علی هذا. و علاوه بر این آیات فراوانی هست که دال بر اینه که مؤمن پروردگار خودش رو میبینه. ماذا اصنع؟ چه بکنم؟ اقول آمنت. اینجاست که مؤمن میگه ایمان آوردم. صدقت. تصدیق کردم. سلمت. تسلیم امر الله شدم. و نسأل الله سبحانه و تعالی ان نرى الله ربنا يوم القيامه في الجنه.
از الله متعال میخواهیم که نعمت دیدار خودش رو در آخرت و در بهشت نصیب ما بکنه. ولا نكون من المشركين الذين يحجب عن رؤيه ربه. از او میخواهیم که از جمله مشرکانی که از نعمت دیدار الله محروم میشن از جمله اینها نباشیم. والله اعلم.